سلام، خوش اومدین به کانال کریپتو فارسی. من علیرضام و امروز قراره در مورد ارز دیجیتال گالا که تو این یه هفته بیشتر از 100% رشد کرده صحبت کنیم. در ضمن در مورد تاون استار که یکی از بازی‌های اکوسیستم گالا هم یه چند تا خبر خوب داریم، اما می‌خوایم بریم ببینیم که چرا گالا تو این یه هفته انقدر رشد کرد و چه چیزایی باعثش شد و این رشد ادامه داره یا نه. پس برای دیدن این ویدیو با لایک و سابسکرایب با من همراه باشید. خب بعد از اینکه یه ذره اوضاع بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال تو این یکی دو هفته خوب شد، الان بیت کوین نزدیک 17400 دلاره، گالا تونست توی 14 روز همینجوری که می‌بینی نزدیک 114% رشد کنه، توی 7 روز هم 117%، در واقع تو این یکی دو سه روزه بیشتر رشدشو کرده از نقطه اوجش هم که الان می‌بینید توی یه هفته کم شده. اما می‌خوام ببینیم که چرا این اتفاق افتاده و این رشد ادامه داره یا نه. مهمترین اتفاقی که در مورد گالا افتاده اینه که اومدن یه شرکت بازی سازی رو خریدن. اگه نمیدونید یه توضیح کوچولو بهتون بگم. گالا گیم که چند سال پیش ایجاد شد، در واقع هدف اصلیشون این بود که بیان بازی بلاکچینی رو ایجاد بکنن. چند تا بازی بلاکچینی هم ساختن، مثل تاون استار، مثل میرانداس. به نظر میاد که بازی بلاکچینی تو آینده خیلی سهم بیشتری از اون چیزی که الان هستن رو دارن و اتفاقا من به نظرم که خیلی میتونن رشد بکنن. گالا بازیهای زیادی داشت و اینکه بالاخره بعد مدت‌ها اومد و بلاکچینش رو راه انداخته، اما اتفاقی که افتاده اینه که گالا به همین بازیهایی که خودش داره میسازه بسنده نکرده و اومده به بقیه شرکت‌های بازی‌سازی هم پیشنهاد داده که اگه می‌خوان بیان بازی‌هاشون رو بستر گالا بسازن که از امکانات بلاکچین گالا بتونن استفاده کنن، مثلا NFT داره یا مثلا موضوعات مختلفی که یه بلاکچین در اختیارشون قرار میده. نفعش برای گالا چیه؟ نفعش برای گالا اینه که اولا خب کوین‌های بیشتری خرید و فروش میشه، دوما که گالا قراره چجوری قیمتش زیاد بشه. الان گالا در حال ماین شدنه، یعنی کسایی که نود گالا رو خریدن گالا رو ماین میکنن، اما به ازای هر تراکنشی که تو بازی انجام میشه یه مقدار از این ارز دیجیتال گالا سوزونده میشه، مثل بقیه شبکه های بلاکچینی اتریوم یا مثلا بقیه. برای همین هرچی بازی بیشتری بیاد توی این اکوسیستم و هرچی تراکنش بیشتری انجام بشه گالا بیشتری هم سوزونده میشه. حالا گالا خودش که داشت بازی میساخت، یه سری بازی‌ها که تو سایتشون حالا میتونید برید ببینید، اومده جدیداً یه شرکت بازی سازی رو هم خریده. این شرکت بازی سازی اسمش امبر اینترتینمنت، تقریباً حدود 20 میلیون کاربر فعال داره و درآمد حدود 100 میلیون دلاری توی سال داره. یعنی اومدن کلهم اجمعین شرکت رو با هم آش و باجاش خریدن. حالا میخوان تمام بازیای این شرکت هم به مجموعه بازیای خودشون اضافه کنن. الان اینجا میبینید دیگه درآمد 100 میلیون دلاری داره، 20 میلیون کاربر داره، 15 تا بازی موبایل داره که آماده کوچ کردن به بلاکچینن و اینکه در نهایت تعداد کل بازیایی که گالا داره روی بلاکچین ساپورت میکنه میرسه به عدد 53 تا بازی که خیلی عالیه. یعنی اگه از این 53، حالا بعضیش کژواله یعنی خیلی حرفه‌ای نیست، آدمای معمولی بازی میکنن که اونا هم اتفاقا درآمد داره، بعضیش یه مقدار مخصوص پلیرهای حرفه‌ای تره. حالا لزوم هم نداره که حتما بازی در حد خیلی حرفه‌ای باشه تا بتونه درآمد داشته باشه، مثلا کلش آف کلن، کلش آف رویال یا بازی اینجوری، بازی خیلی حرفه‌ای یا با کیفیت بالایی نیستن ولی درآمدشون به شدت بالا بوده و هست. یه اتفاق دیگه‌ای که افتاده و این خودش خیلی میتونه کمک کنه اینه که شرکت گالا 1 میلیون دلار فقط تبلیغات یوتیوب رو خریده به تازگی. یعنی احتمالاً کم کم شروع میکنه سایت یوتیوب بین هوادارای بازی بلاکچینی و ارز دیجیتال این تبلیغات رو نشون میده و طبیعیه که خب وقتی که مردم این تبلیغات رو ببینن علاقه دارن که بیان بازی کنن، خرید کنن، کوینش رو بخرن و اتفاقای دیگه. و این 1 میلیون دلار هزینه‌ای که الان کرده به نظر میرسه که میتونه نتیجه خوبی براشون بذاره. اما گالا درسته که اول به عنوان فقط یه بازی ساز اومد وارد ارزهای دیجیتال شد و حالا همینجور که داریم میبینین انصافا رو بازی هم داره خوب کار میکنه، به جز بازی گالا تصمیم گرفته که بیاد روی صنعت فیلمسازی هم کار بکنه. حالا خودش که داره کار میکنه، هیچی اتفاقای جدیدی هم که افتاده اینه که از بازیگرای بزرگی مثل این آقای راک و چند تا بازیگر دیگه هم داره استفاده میکنه که بتونن فیلمایی بسازن که کاربرد داره و همه اینا کمک میکنه که توکن گالا بیشتری سوزونده بشه و به نفع گالا در نهایت خواهد بود. بجز بازی و فیلم گالا داره روی موزیک هم کار میکنه که اکوسیستم خودش رو بتونه بزرگتر کنه. کلا میخواد روی صنعت اینترتینمنت یا همون تفریحات کار بکنه و این صنعت رو یه جوری دستش بگیره. حالا جلوتر الان میخوام بهتون بگم که چه اتفاقایی توی بازی
تاون استور افتاده و اون چجوری میتونه کمک بکنه که این ویدیو که جلوتر من یکی دو ساعت پیش ضبط کردم، ولی الان میذارم که ببینید که برای بازی تاون استار که خیلی بازی محبوبی و توکن تاون چه اتفاقاتی افتاده و چجوری میتونه اثر مثبتی روی گالا بذاره. دوباره یه چیز دیگه راجع به گالا بگم و بعد بریم اون ویدیو رو ببینیم. من راستش بخواید زمانی که گالا خیلی حرفه‌ای‌تر فقط روی گیم متمرکز بود خیلی خیالم راحت تر بود. اینکه بلند پروازی دارن خیلی خوبه ها، ولی نمیدونم، خیلی از شرکت های ارزهای دیجیتال دیدم که داشتن کارشون رو خوب انجام میدادن ولی وقتی بلند پروازی زیاد کردن نتونستن. من نمیگم گالا این اتفاق براش میفته یا نمیفته، امیدوارم که نیفته، امیدوارم گالا پیشرفت بکنه. مسیری هم که داره میره مسیر خوبیه دیگه، داریم میبینیم که بازی زیادی رو داره اضافه میکنه، کاربرای زیادی رو داره اضافه میکنه و اگه بتونه این روند سوددهیش رو حفظ بکنه و مشکلات قانونگذاری نخوره، احتمالاً گالا میتونه یکی از کوینای خیلی معتبر و بزرگ بشه. باید بتونه این مجموعه به این بزرگی رو هدایت بکنه و به سرانجام برسونه. حالا بریم سراغ آپدیت های بازی تاون استار و کوین تاون و داستان گالا. لایک و سابسکرایب یادتون نره، برو که رفتیم. گالا اومد برنامه‌ای که برای توکن تاون و بازی تاون استار دارن و معرفی کرد. خب کسایی که از قدیم دنبال میکنن میدونن که تاون استار یه بازی بود که نزدیک 100 میلیون کاربر روزانه یه زمانی داشت و حسابی هم هوادار داشت و خیلی هم واقعا از توش درآمدی داشتن، اما بعد از اینکه قیمتا ریخت و بعد دیگه این اتفاق افتاد یه ذره بازیکن‌ها کم شدن. اما یه دلیل دیگه هم داشت، یه دلیل دیگه اش این بود که کلا به جای اینکه آدما بازی کنن دیگه کلا ربات ها بازی میکردن بازی رو. دو تا اتفاق افتاده که خیلی جالبه. یکی این که گالا اومده گفته که برنامه دارن که توکن تاون رو کلن که انلم یکند اعلام بکنن. یعنی چی؟ یعنی میخوان کل توکن های تاون رو جمع بکنن، بجاش به ازای هر دو تا توکن تاون یه دونه توکن کوین گالا بدن. و حالا این یه فرصت چیزم درست میکنه، یه فرصت خرید و فروش یا آربیتراژ حالا بهش میگیم هم ایجاد میکنه که جلوتر بهتون میگم. اما چرا این خبر مهمه؟ به خاطر اینکه خب گالا یه بازی که نداره، کلی بازی داره. مثلا من خودم راجع به چند تا از بازیاش ویدیو ساختم، سوپریور، اسپایدر تانک، بازیای زیادی داره، بازی زیادی هم قراره ساخته بشه، میرانداس یا خیلی بازی دیگه. حالا بحث سر اینه که اگر گالا بیاد به جای اینکه مثلا برای هر بازی یه کوین مخصوص به خود همون بازی بده، بیاد همه رو تجمیع کنه تو گالا، خب طبیعیه که تعداد ترکنشایی که با گالا میشه، تعداد کسایی که مثلا گالا رو میخرن که یه چیزی تو بازی بخرن یا استفاده بکنن یا هولد میکنن گالا رو، خیلی بیشتر میشه. برای همین خب تقاضا برای گالا هم بیشتر میشه دیگه طبیعتاً. اما تو کوتاه مدت چه اتفاقی میفته؟ تو کوتاه مدت اینا گفتن که برای اینکه یه حالی بدن و اون کسایی که توکن تاون مثلا از قبل طرف کلی بازی کرده داشته دیگه یا مثلا رفته خریده، به اونا هم حال بدن، گفتن که ما برای اینکه شما چیز نشین، به فنا نرین، میایم به ازای هر دو تا توکن تاونی که دارید یک کوین گالا بهتون میدیم. خلاصه اینجوری شده که خیلی سر صدا زیاد شده. و یه اتفاق خوب دیگه هم افتاده، اینی که قراره تا آخر همین جنیوری که ماه اول میلادیه نسخه جدید خوشگلازاسیون شده یه تاون استار هم منتشر بشه. این نسخه چه فایده‌ای داره؟ یکی این که NFT هاتون رو میتونید توش آپدیت کنید، دو این که ضد بات، یعنی دیگه ربات ها و بات ها نمیتونن فعالیت کنن، تو یه جای دیگه اصلا آدم ها اصلا بازی نمیکردن، فقط همین ربات ها و چیزا بودن که این بختک افتاده بودن رو گیم، همینجوری پول در می آوردن. ولی از احتمالاً آخر این ماه یا اوایل ماه بعد کلن نسخه جدید این بازی عرضه میشه، گرافیکش یه ذره بهتره و یه سری امکانات جدید هم بهش اضافه شده دیگه. برای همین میشه دوباره امیدوار بود که توجه و علاقه به تاون استار برگرده، توکن تاون که دیگه قرار وجود نداشته باشه ولی به جاش کوین گالا استفاده میشه ازش. اما گفتم بهتون میخوان که این کارو بکنن، اما قراره که توی 60 روز آینده این امکانو ایجاد بکنن که کسایی که توکن تاون دارن دو تا توکن تاونشونو بدن یه دونه توکن گالا بگیرن. و اینکه بعد از اینکه این اتفاق هم بیفته تا 180 روز بعد از اینکه این منتشر بشه و اکسچنج شروع بشه شما میتونید این کارو انجام بدید، یعنی تاوناتونو بدید گالا بگیرید. اینجوری نیست مثلا امروز باشه فردا زمانش تموم شه. پس این مال چیزایی بود که قراره اینجا بهتون میگفتم. حالا لینک این سایت رو میذارم براتون برید بخونید که چه تغییراتی کرد، ولی بیشترش من دیگه گفتم، دیگه گل کارو بهتون گفتم. اما بهتون گفتم دو تا بده یکی بگیر. قیمت گالا الان نزدیک 0.039 دلاره، ولی قیمت تاون استار اگه نگاه کنیم 0.0
$17 که این دو برابرش بکنیم میشه از این کمتر میشه دیگه، میشه 0.034. یعنی بازم به صرفه است که الان مثلا تاون بخری ببری بذاری منتظر گالاشی. حالا اینکه این قیمت ها بالا پایین میشه طبیعیه دیگه، یه ذره ریسک داره ولی ممکنه سودم بکنید. الان با این شرایط کسی که این کارو بکنه سود میکنه، حالا ممکنه اون موقع شرایط فرق بکنه، ولی به هر حال این تو بلند مدت خیلی نشونه خوبی برای گالا میتونه باشه. چون که اگه میگم مثلا چند تا بازی دیگه هم بیان به جای اینکه هر کدوم توکن خودشونو بدن و کلی توکن باشه بیان همشون از گالا استفاده بکنن، طبیعیه که خیلی خیلی استفاده از گالا بیشتر میشه و قیمتش به نظر من میتونه بیشتر از این حرفا بشه اگه این اتفاق بیفته، که امیدوارم بیفته. ولی خب یه سری بازی هم هستن مثلا مثل بازی میرانداس یا بازیایی که گل سرسبد چه میدونم مثلا گالا گیمن، مثلا همین اسپایدر تنگ، اینا که مثلا توکنش سیلکه، من فکر نمی کنم همشون با گالا تعویض بشن، ولی واقعا اگه این اتفاق بیفته خیلی بهتره. گالا واقعا خودشو میتونه اگه به مشکلات قانونگذاری نخوره خیلی میتونه خودشو چیکار کنه، بکشه بالا. حالا من الان اومدم داخل اکانتم، اگه اکانت دارید تاون استار بازی کردید که توکن تاون دارید میتونید بیاید بگیرید، اگر ندارید لینک ثبت نامو میذارم میتونید بیاید. من حالا عضویت طلایی رو گرفتم، یه مبلغی میدید عضویت طلایی میگیرید، مثلا بهتون چی میده؟ توکنای بازی رو میده، NFT میده، توکن بازی نمیده، NFT میده، مثلا چرت و پرت میده بهتون دیگه هر چند وقت یه بار. یه چیز دیگه که میخواستم بگم، آها اینه که اینجا ببین شما سه تا مثلا گالا تو شبکه‌های مختلف میبینی، مثلا گالا تو شبکه اتریوم میبینی، گالا تو شبکه خود جی وای آر آی میتونی ببینی، گالا جی سی هم داریم. این جی سی چیه؟ این تمام کوینایی که جی سی دارن، ببین عکسشون یه تریژر چست هم نوشته میبینین، یعنی اینا توکنایی هن که یا کوینایی هن که توی چی میگن باید مینتشون بکنید توی گنجینتون، هم نمیدونم بالاخره یه جاتون هستن که مثلا از خود بازی به دست آوردی یا تو خود از بازی به دست آوردی یا نود داشتی. کسایی هم که نود میخوان بخرن میتونن از اینجا نود بخرن، قیمتش زیاده ولی مثل ماین کردن ارزهای دیجیتال میمونه دیگه. مثلا نود گالا رو اگه بخرید انگار که دارید گالا ماین میکنید، اگه حالا تاون استار نودشو، کسایی هم که نود تاون استار داشتن به جای تاون استار از این به بعد بهشون گالا میده، یا نود هر نودی بخرید همین جوریه دیگه. بعد اگر که تاون استارتون این مثلا بازی کردید تاون استار دارید، اگر میخواید تغییرش بدید باید حتما مینتش بکنید میاد، بعد از اونجا میتونید تغییرش بدید. تاون استار احتمالاً تا یکی دو ماه دیگه دوباره گل میکنه بازیشو، دوباره احتمالاً جایزه میذارن برای شبکه‌های کسب درآمد میذارن، میتونید ازش استفاده بکنید. لایک سابسکرایب شیر یادتون نره. تا ویدیو بعدی خداحافظتون.